السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بدون شک تمام رویدادهایی که در زندگی انسان رخ بیماری ها و تمام اولاد زن نفقه مال ثروت کدام روز بیاید کدام روز برود تمام از اینا نوشته شده قسمت چی مانا میده قسمت چیزی که الله سبحانه و تعالی تعیین کرده و اینا تمامش ما در دنیای سببی زندگی میکنیم و تمام اعمال ما و تمام افکار ما باید به شکل سبب است یعنی زحمت میکشیم تا تا لقمنان حلال را پیدا کنیم اما چنین نیست که انسان بخوابد و نان در دهنش بیاید از او خاطر الله سبحانه و تعالی انسان را مختار خلق کرده بر از او اختیار داده تا را را از چا تفکیک بکنه و برای از راه راست و راه کج را نشان داده و حدینه النجدین و برایش گفته که این راه راست است این رای بد است رای پلشت است پس تو برای تو گفته شده که این رای راست چنین مزیت ها داره رای بد چنین مزیت ها دارد همچنان در قسمت خوراک پوشاک در قسمت رزق روزی اولاد و همچنان در در قسمت شوهر و امسر زنی که برای زو خواستگار می طبعا یا او زن یا او دختر رو را میبینه به او نگاه میکنه و فامیل از میگه که بله درست است یا این که میگه نه درست نیست پس تمام اینا چیزهای سببی هست که سبب میشه که اون چیزی که الله سبحانه و تعالی با علم لدونی خود که داره او را نوشته کرده چرا الله را نوشته کرده الله سبحانه و تعالی قدرت خود را به مظاهره میکشنه و به بشر میفهمه که الله سبحانه و تعالی از حال گرفته تا بیلیون بیلیون سالهای بعد به همه چیز واقف است و الله سبحانه و تعالی میدونه که در کدام جای در کدام روز در کدام ثانیه کدام برگ درخت از کدام درخت میفته بالای کدام سنگ میخوره و در مسیر راه باد ای را در کجا میبره و در مسیر راه وقتی که باد ای برد در کجا ای پایین میشه وقتی که افتاد به کدام ایوان میفته وقتی که دهانه ایوان افتاد چگونه به کدام انزیم ها ای تبدیل میشه در میدهای یزی و و همچنان امیر قم هم تمام چیزها را الله سبحانه و تعالی با علمی که داره تمام چیز را میدانه پس این یکی از عقاید مسلمانان است که مسلمان با این باید عقیده داشته باشه و اگر عقیده به این نباشه انسان در دایره اسلام نمیمانه و از اسلام خارج است اعتقاد با قضا و قدر و قسمت که ما شما میگیم قسمت بله ای از جمله اعتقادات است پس وقتی که الله سبحانه تعالی را تعیین کرده پس تکلیف ما چی میشه؟ این سوال ها را خیلی زیاد کردن که خیلی جواب ها هم داریم تکلیف ما این است که ما نظر به چیزی که میبینیم نظر به مظاهر دنیا هر چیز را خود ما تصمیم میگیریم مثلا تصمیم میگیریم که خواستگار آمد از او تحقیق میکنیم پرسان میکنیم که خب تو چی کاره ای؟ چند ساله ای؟ چی میکنی؟ چی داری؟ چی نداری؟ بعد از او باز تحقیقات ما که مکمل شد بار دوم سیوم اگر آمد اگر از اینا رضایت داشتیم دختر با پسر می نشینند در مقابل محرمشان و اگر این خوش کرد پدر خود میگه پدر بله درست است دیگه چیزی که شما بگید پس پدر هم می تصویب می امین، تمام امین لحظات که زن با مرد می بینه خواستگاری میشه تمام این دقایقی که ثانیه ثانیه پدر از به تصویب میرسونه میگه ما قبول داریم و این دختر خودش قبول میکنه در اونم تمام از این نوشته شده و این نظر به میلان ها و نظر به من های قلبی و فکری و عملی خود ما نوشته شده یعنی الله میفهمه سبحانه و تعالی که ده خواستگار تو رد میکنی خواستگار از اون را قبول میکنی این الله میفهمه پس الله همین نوشته کرده بله تقدیر میتونه که به دعا رد شوه و یادی س مبارک است که رسول الله علیه و سلام فرمودن که لا يرد القدر الا بالدعاء تقدیر رد نمیشه اما با دعا و یه آلت هایی داره که بعضی چیزهایی است که به انسان میرسد اما با دعا رد میشه که انسان دعا بکنه به خاطر زندگی نوین خود که یا الله به ما یک همسر خوب نیک مؤمن یا مؤمنه برای من نصیب بکن که علی نماز باشه علی اسلام باشه از حرام ها بدور باشه حلال ها را بخواید کسی که همیشه دعا میکنه در سجود خود در نماز خود الله سبحانه تعالی دعای از را مسترد نمیکنه اما مشکل ما چی است که ما خصوصا دخترها اونها نظر به می فیلم های ایندی و پاکستانی و امی دنگرا بنگره که می بینن نظر به می فانتزی هایی که می بینن در افکار از اینا شیطان و شهوت و حواس برای اینا فانتزی خلق میکنه مرد فانتزی باید باید بخواست داره اینا بیا مرد باشه که باید چهره اونمو هنرمند پاکستانی یا ایندی یا آلیوود و بالیوود را که اینا با او علاقه دارن باید به با مو رقم باشه قدش باید این رقم باشه پستش باید این رقم باشه این تو که دریشی بو باشه این تو ای ای چیزهای فانتزی هست باید این چیزها را باید از فکر خود باید دور کرد تمام ما برین ما شدیم یعنی افکار من را شستشو و دادن این فیلم ها و این جهان مجازی و این چت ها و اختلاط زن با مرد و این حرام ها امین حرام ها هست که انسان را زندگیش تغییر داده و به افکار گوناگون به عاشقی و به این و آن به تغییر ارمون ها چی میشه؟ مبتلا میشه همو هست که این فنتزی ها در عقب افکار و مغز انسان خلق میشه و نظر به مو فنتزی چایس ها یا انتخابات را داره و فلحاظ یک بچه با ایمان بچه خوب بچه مسلمان میایه او را رد میکنه دوباره رات میکنه، سیما رات میکنه تا بالاخره چی میشه؟ به خودش میگه اوه اینا تا کی سن از زیاد شده میرم 22 23 میشه 25 میشه 27 میشه 30 میشه 35 میشه, میشه شوربخت خدا میسازه. و ای خدا می سازد و این خودش خود به این شکل میسازه، این به دست خودش از خود انسان می کار را میکنه. در حال که رسول الله میگه صلی الله علیه و سلام اگر یک انسان مسلمان برای دست دخترت آمد و او انسان مسلمان بود، ملاک تعیین دامات و ملاک تعین امسر آینده شما فقط ایمان از او، اسلام از او باید باشه. اما متاسفانه این دخترها ملاک تعین شواره را چیم فکر میکنن؟ همون فنتزی هایی که در دماغ از است که باید اینقدر پیسه داشته باشه، اینقدر مصرف کنه، در شام پاریس رفتسی بکنه، اینقدر تلا را در گردن از بندازه که گردن از این خم شده. که روزی که رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم آمد و در عمیل را به گردن عاطفه را در فاطمه رضی دید عمیل لابود بود گردن تلایی طلایی بود برای گفت ای فاطمه می که در روز آخرت در روز معشر این گردن بند یک توقی از آتش در گردن تو شوه پس بس او بسیار ترسید فاطمه را الله تعالی او را عاجل کده فروخت و او را در رای اسلام مصرف کرد اما ما دخترهای ما چی میکنن فلان امیله بخور، فلان را بخور، فلان او را بخر در فلان عروسی بگی 20 قلم اصراف میکنن اما شروع زندگی خود با شیاطین آغاز میکنن اونم از که زندگی اینا شیطانی میشه در زندگی اینا برکت نبی باشه یک سال دو سال سه سال که اینا عروسی کردن خب با هم خوش و خوشحال هستن این روز هم سپری میشه سال چهارم و پنجم که شد از هم دیگر سرد میشن هم را خوش نمی داشته باشن بعد از او چون زندگی اینا زندگی مادی بوده و دختر اقدر بالای این مصرف کرده بالای این مرد اقدر اصراف کرده که اون شب عروسی و مرد میگه والله اگه بانو میگه من قصد خود از تو میگرم والله که من از چندین دامات ما خودم شنیدم که استاد مرا خسارم تباه کرد مرا خسارم برباد کرد بالا الله قسم اگه من ای را بانم ما باز از دخترش میکشم برشان نصیحت کردم که برادر این کار را نکنید این چیز در جامعه خیلی 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 بد و زشت است این حرام است حرام محض است شما حلال را این قیمت ساختید این قیمت حلال را بالا بردید که مردم مجبور میشه به حرام ها گرایش پیدا بکنه یکی از دلیل شیوع زنا در افغانستان امین است و در ایران نیست و در پاکستان نیست تمام جایی که مسلمان است به ایت یک فتنه بزرگ مبتلا شدن یک فتنه خیلی بزرگه که انسان ایران میمونه که چی بکنه هر وقت که قیمت نکاه پایین بیایه دو وقت آمار زنا پایین میایه هر وقت که قیمت نکاح حلال بالا رفت اصراف بالا رفت فنتزی های مرد و زن از, از شیطان الهام گرفت یعنی یعنی افکار اینها مالا مالا از افکار شیطانی شد پس در او صورت چی میشه در او جامعه شیطان یگانه کسی هست که جامعه را پیش میبره یعنی کلید زندگی خود انسان از او شروع به دست شیطان می چرا الله میگه در قرآن ان المبذرین کان اخوان شیاطین میگه کان اخوان شیاطین یعنی چی از این تمام این کسایی که اسراف میکنن برادران شیطان هستند چی شیطان باشه چی برادرش باشه معنی نداره فرقی نداره پس اینا به این شکل زندگی خدا پیش میبرن انسان باید دعا بکنه همیشه یک دختر مسلمان همیشه باید دعا بکنه که یا الله به من یک امسر نیک مومن مسلمان نصیبم بکو خب امسر عم، مسلمان نصیبت کرد اما در روز شب اول تو شروع کردی که ولد تک تک و برباد کردی ده یا اوتل بگی شب شش بگی شب 15 بگی شب 14 بگی چلا بگی ای بگی او بگی پایوازی بگی روی نماکی نوروزی بیار یکی ازی در اسلام نیست تمام ازی حرام است یکی ازی در اسلام نیست بهترین نکا نکای است کم هزینه باشه و بهترین نکام و نکای است که مهرش کم باشه در مسجد باشه نکا شوه یک گلاس آب را بمان نکاهش را بخوان دست دخترت را بته بایش و اون پول را بگو بالای دختر مصرف کن او پول را تو در یک شب بالای مصرف میکنی تا ده سال دیگه دامات تو به آل می آید تا زنده هست دور زیر قرض گور میکنی از الله بترسید عزیزان ترس که از الله نبود در یک جهت که ترس از الله نبود در تمام جهات ترس از الله از بین میره الله سبحانه و تعالی رحم کند بالای این مردم آمین یا رب العالمین <applause>